چند روز پس از آن که تسلیم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به مقام های عدلی و قضایی در ایالت جورجیا سرخط خبرها در جهان بود، جا طلبی های سیاسی او بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است. دونالد ترامپ در حال آزر در چهار قضیه با 91 اتهام جنایی روبروست در میان رقبای جمهوری خواه انتخاباتیش، کریس کریستی والی سابق نیوجرسی در یک مصاحبه با تلویزیون ABC ترامپ را بار دوش برای حزبش خواند. اکثر رقبای من به با این باورند که یک متهم می تواند نامزد ما برای ریاست جمهوری باشد و می گویند که از این کار حمایت می کنند و اینکه او می تواند پیروز شود فکر می کنم این غیر ممکن است ویویک راماسوامی کاندیری دیگر از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری که هفته گذشته با کریس کریستی یک جا در اولین مناظره جمهوری خواهان شرکت کرده بود در یک مصاحبه با این بی سی از دست های ترامپ یادآور شد. می خواهم بر بنیادی که ترامپ گذاشت بنا کنم. من او را به عنوان یک مشاور و مربی دعوت خواهم کرد. نمی خواهم که عین درس ها را دوباره یاد بگیرم. می خواهم از آن جایی که ترامپ توقف داد ادامه دهم. سدریک ریچموند رئیس ستاد انتخاباتی جو بایدن به با ای بی سی گفته است که مشکلات حقوقی دونالد ترامپ شامل استراتژی مبارزاتی جو بایدن نخواهد بود. <applause> ولی چیزی را که می خواهم بگویم این است که توجه رئیس جمهور بایدن و معاونش کاملا هرس همیشه بر مردم این کشور متمرکز بوده است بناهن آنان با تلاش های خود برای کاهش قیم، افزایش مزد و احیای مجدد طبقه متوسط ادامه خواهند داد در حال که نگرانی میان رای دهندگان دموکرات در مورد سن رئیس جمهور بایدن ادامه دارد سناتور برنی سندرز در یک صحبت با این بی سی گفت توجه باید در مورد نگرانی های عمده معطوف باشد. آیا باور دارید که زنان حق کنترل بر وجود خود را دارند؟ خب موقف رئیس جمهور در این مورد بسیار قوی است. فکر می کنید که تغییر اقلیم واقعیت است یا با جمهوری خواهان موافق هستید که می هیچ موضوعی نیست؟ در این حال دونالد ترامپ که همه تخلفات را رد کرده است، تلاش دارد تا از تحقیقات جنایی که علیه او جریان دارد در پیشبرد مبارزات انتخاباتیش استفاده کند. با شمول ترویج این تصویرش که برای جمعوری پول در هر نوع اجناس چاپ شده است. تصویری که با تسلیم شدن به مقامهای عدلی و قضایی از او گرفته شده است. سید عزیز رحمان صدای امریکا واشنگتن